خانواده نسرین ستوده از ابتلای خانم ستوده به کرونا خبر دادند. در همین حال عفو بین الملل درخواست آزادی دائمی نسرین ستوده را دارد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم شپوئل عباسی. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که به تازگی به مرخصی آمده است، میگوید او در زندان به کرونا مبتلا شده و نتیجه تست او مثبت بود است. در همین حال سازمان عفو بین الملل در پیامی توییتری ضمن استقبال از آزادی موقت نسرین ستوده نوشته است: این مدافع حقوق بشر، وکیل و حقوقدان ایرانی به نحوی غیرعادلانه و تنها به خاطر دفاع از حقوق بشر زندانی شده است و باید برای همیشه و بدون قید و شرط آزاد شود. در چند ماه گذشته نهادهای حقوق بشری و مقامات ایالات متحده بارها خواستار آزادی نسرین ستوده شده بودند، اما مقامات جمهوری اسلامی او را که پس از یک دوره طولانی اعتصاب قضا در بیمارستان طالقانی تهران بستری شده بود، بعد از 5 روز و علی‌رغم توضیح پزشکان بر ضرورت ادامه درمان و نیاز به مراقبت ویژه، دوباره به زندان بازگرداندند. شپوئل عباسی، صدای آمریکا.